اولین کاری که میکنم یه دونه نیو کامپوزیشن باز میکنم به اسم ساره اسکیل نیم رو میدم 1920x1080 و رنگش رو میخوام یک رنگ بنفش بذارم که حالا رنگ بنفش تیره که بخوام رنگ سفید بذارم روش خوبه. خب حالا تیر رو انتخاب میکنم و ساره اسکیل مینویسم و شما میتونید همراه با من انجام بدین که اسم خودتون رو باشه یا اسم لوگو هر چیزی که بخواید داشته باشه. میتونید رنگ زردم خوبه، سفیدم خوبه، ولی خب همون زردم به نظرم خوب باشه. خوبه، یک مقدار سایزش رو کوچیک میکنم. اینجا خوبه، یکم هم اینجا قرارش میدم، به نظرم اینجا هم قرارش میدم، یک مقدار دیگه سایزش کوچیکتر، چون طبق موشنی که میخوام انجام بدم اینجا دقیقا باید قرار بگیره. خوبه، حالا میام این قسمت ساره اسکیل رو انتخاب میکنم. تکست ساره اسکیل باید انتخاب شده باشه. این فلش اینجا رو میزنم رو این قسمت تکست انیمیت که انیمیت ها رو قبلا یه توضیح مختصر در موردش دادم، لینکش رو میذارم بالا براتون. توی این حالا انیمیت ها میخوام تریکینگ رو انجام بدم روش، پس روش کلیک میکنم و بازش میکنم. این قسمت میبینید تریکینگ باز میشه و یه دونه انیمیتر وان هم اینجا تشکیل شد، قبلش نبود و تریکینگ تایپ اینجا برای ما نمایان شد. حالا جدا از این که میخوام حالا تریکینگ رو داشته باشم، قسمت انیمیتر وان یه دونه اد زده، اد رو روش کلیک میکنم. پروپرتی یه دونه پوزیشن میخوام داشته باشم، پوزیشن رو میخوام تغییر بدم و سار اسکیل رو بیارم پایین، چون انیمیشنی که میخوام انجام بدم از پایین میاد به بالا. این پوزیشن دوباره روی اد کلیک میکنم و یه دونه اوپاسیتی هم میخوام داشته باشم. اوپاسیتیش رو روی صفر قرار میدم. خب ببینید کامل محو شد، چون موشن هم میخواد از اوپاسیتی همچین حالتی بیا به وضوح پیدا کنه. اوپاسیتی رو روی صفر قرار میدم. این قسمت نمیشه تراکینگ اماونت. تراکینگ اماونت رو ببینید روی صفحه، ببینید دارم میکشم نزدیک به هم. خب میخوام از داخل هم ساره اسکیل باز بشه و موشن بشه. ببینید یه همچین حالتی رو بهش دادم. خب همه این تغییرات رو بدون اینکه من کی فریم ایجاد بکنم انجام دادم، هیچ کی فریمی ایجاد نشد. حالا میام تو قسمت رنج سلکتور که گفته بودم قسمت خیلی مهمی، یعنی تمام انیمیتایی که ما خیلی زیبا میشه به خاطر همین استارت اند. حالا رنج سلکتور رو باز میکنیم، یک کلیک اهراممون اول قرار گرفته، یک کلیک اینجا میذارم یک کی فریم ایجاد میکنم، روی صفر هم هست. حالا اهرامم میام جلوتر و این رو روی 100 قرار میدم و آخرین عدد هم روی 100 هست. شما میتونین با فلش هم بکشین به این سمت، روی 100 هست. الان یه پلی رو بزنم، ببینید یه همچین موشنی رو برای من داد. و اگر بخواید سرعتش تند باشه یا کمتر باشه، میتونید کی فریم ها رو به هم نزدیک کنین، سرعتش تندتر میشه، و اگر کی فریم ها رو از هم دور بکنین سرعتش کم میشه. ببینید که من میخوام سرعتش خیلی زود اتفاق بیفته. الان من پلی رو بزنم، ببینید یه همچین حالتی شد. حالا جفتش رو انتخاب میکنم. قبلا توی آموزش کی فریم ها بهتون گفتم که حتما کی فریم ها رو ایزی ایز بکنید که کارتون نرمتر باشه. ایزی ایز کردن هم با F9 میتونید انجامش بدین. راست کلیک کی فریم و ایزی ایز، ببینید F9 روی کیبورد رو هم میتونید بزنید، یه همچین حالتی باشه. برای اینکه من بخوام سرعتش یه سرعت تند و سریع و منحصر به فردی باشه، میام توی این قسمت گراف این دوتا گزینه رو انتخاب میکنم و این دوتا حالا انکر پوینت ها رو اینجوری یک حالت هلال بهش میدم که خیلی سریع تر اتفاق بیفته. الان من پلی رو بزنم، ببینید خیلی سریع تر اتفاق افتاد. موقعی که اس اومد بالا بقیهش خیلی سریع پشتم اومدن، به خاطر این گرافی که اینجا انجام میدیم. پلی رو میزنم، ببینید یه همچین حالتی. حالا موشنای دیگه میخوام بهش اضافه کنم. برای اینکه بخوایم اضافش بکنیم، دوباره ما میتونیم انیمیتر دیگه هم داشته باشیم. دوباره من میخوام تریکینگ رو داشته باشم. سار اسکیل انتخاب شده است، میام تو قسمت انیمیت و دوباره تریکینگ رو روش کلیک میکنم. یک مقدار اینو من میبرم بالاتر. خب ببینید انیمیتور تو، یه دونه یک و یه دونه تو، من چون از انیمیت آوردم یه دونه جدا بهم انیمیت داد، اینجا قرار گرفته. حالا این سار اسکیل موشن شد، اینجا قرار گرفت، اینجا استوپش میکنم، یک کلیک میزنم. موقعی که روی تریکینگ تایپ تریک میزنم، اماونت هم خودش فعال میشه، یعنی خودش کی فریم ایجاد میکنه. ببینید شکل بالای تایپش به صورت مربع و پایینی هم لوزیه، یه همچین حالتی بهم میده. و حالا یک مقدار میارمش جلوتر اهرامم و قسمت تریکینگ اماونت رو میتونم از هم بازش بکنم یا داخل هم جمعش بکنی، ولی من میخوام از هم باز بشه. ببینید یه همچین حالتی، نه خیلی زیاد، مثلا روی عدد 33 قرارش بدم،
خوبه. الان یه پلی رو که بزنم میاد بالا و از هم باز میشه و شما میتونین کی فریم ها رو یک مقدار بیاریم داخل که سری وقتی سار اسکین میاد بالا سری فاصله بینشون زیاد بشه و میتونیم اگه بخواییم سرعتش تون باشه و هم نزدیکش کنیم. پلی رو میزنم، میبینید یه همچین حالتی میشه. حالا این کار رو انجام دادیم، دوباره انیمیت های دیگه میخوام بهش اضافه کنم. البته دوباره من میتونم این دوتا رو انتخاب بکنم و ایزی ایزش بکنم. دوباره میتونیم بیایم تو این قسمت این دوتا رو انتخاب کنیم و یک مقدار سرعت رو اینجا باز اون حالت جذابتر بشه. ببینید، میبینید خیلی قشنگ، خیلی قشنگتر، سریعتر و قشنگتر از هم باز شد و فاصله بینش رو ببینید خیلی سریع باز شد. خب اینم از این قسمت. حالا تمام انیمیت ها رو اینجا رو میبندم، خارج از حالا تایملاین و کامپوزیشن هم کلیک میکنم که سار اسکیل انتخاب نشده باشه، برای اینکه میخوام بیام تو این قسمت ابزارها پن رو انتخاب بکنم. یک کلیک اینجا، شیفت رو نگه میدارم، یک کلیک پایین که یه دونه حالا یک حالت خط به من بکشه. روی سار اسکیل اگر بودم حالت ماسک ایجاد میشه و من ماسک نمیخوام، شیپ میخوام. شیپ لایر رو بازش میکنم، تو قسمت کانتنت رو باز میکنم، یه دونه شیپ وان، شیپ وان رو هم دوباره باز میکنم. ببینید این شیپ من یک مستطیل ساده است و میخوام کروش بکنم، بالا و پایین شیپ اون شکلمو کروش بکنم. بعد میام تو قسمت استروک، چون میخوام اطرافش رو کرو کنم، پنمون با حالت استروک بعد باشه دیگه. تو قسمت استروک نوشته بات کپ راوند کپ، روی راوند کلیک میکنم و بالا و پایینش رو میبینی حالت کرو کرد. من اسم میکنم سایزش یک مقدار زیاده، سایزش رو بخوام کم کنم استروک ویت، ببینید روی 37 میتونم بذارم روی 30، سی هم باز زیاده، روی 25 قرارش میدم. خوبه، سلکشن رو انتخاب میکنم، این رو یک مقدار میارم نزدیکتر قرارش میدم و یک مقدارم میتونیم خودمون حالتش رو یعنی کوچیکترش هم بکنم و اینجا قرارش میتونیم رنگش رو هم رنگ با آیدراپر از رنگ سار اسکیل بگیم، دقیقا رنگ خود سار اسکیل باشه. خب تا اینجا خوبه. حالا اینا رو میبندم، شیپ رو هم میبندم. قسمت کانتنت اینجا یه دونه اد داره، دوباره ما یه دونه اد نیاز داریم. روی اد که کلیک بکنم اینجا یه دونه تریم پدز هست، روی تریم پدز کلیک میکنم، تریم پدز اینجا باز میشه. اینجا میبینید تریم پدز فلش تریم پد رو باز میکنم. این قسمت استارت و اند رو داریم. حالا برای اینکه ما از این خط بخوایم استفاده بکنیم برای اون موشنمون، اینجا روی استارت رو میایم عدد 50 قرار میدیم، اند رو هم عدد 50 قرار میدیم جفتش. ببینید کلا اینجا عدد 50 انگار حذف شد. حالا هم استارت هم اند رو یک کی فریم ایجاد میکنیم و بعد یک مقدار میریم جلوتر، اهرامم رو میبریم جلوتر، استارت رو روی 0 قرار میدیم و اند رو هم روی 100 قرار میدیم. و میدونین که استارت کلن پیشفرزش صفره و اند هم پیشفرزش 100 و برمیگردیم به حالت پیشفرز خودش. و الان یه دونه پلی بزنم، ببینید که همچین حالتی به این صورت اون لاینمون باز میشه. من فکر میکنم لاینه خیلی آروم داره موشن میشه، پس دوتا کی فریم ها رو به هم نزدیک میکنم و الان پلی رو میزنم، الان تونتر شد. خب هنوز هم ما میتونیم به هم نزدیک کنیم، اگه بخوایم ببینین قسمت پایین رو میتونید زوم بکنید به این صورت به هم نزدیکتری شروع کنید. الان پلی کنم به این صورت میشه. خب خوبه، جفتش رو دوباره انتخاب میکنم و ایزی ایز میکنم، ایزی ایز. و اگر بخوایم دوباره این رو از این گزینه استفاده کنی، یعنی یک حالت سریع انجام بشه، دوباره میتونید از گراف استفاده کنید. من الان پلی رو که بزنم نمیدید به این صورت شد. دوباره یک مقدار دیگه من میتونم فاصلش رو زیاد کنم به این صورت. خب حالا من میخوام این خط بیاد روی سار اسکیل و اون موشنی که میخوام انجام بشه. تو این قسمت ترانسفورم بریم، ما روی شیپ باید حتما انجام بدیم. تو قسمت ترانسفورم رو باز میکنم، قسمت پوزیشن. خب قسمت پوزیشن رو یک مقدار من این رو میارم عقبتر، قسمت پوزیشن رو یک کیفریم ایجاد میکنم، اهرامم رو یک کوچولو میبرم جلوتر. قسمت پوزیشن رو میتونیم بیاریم سمت چپ، حتی میتونیم از این نقطه اینجا هم با گرفتن شیفت، اگه شیفت رو نگیریم بالا پایین میشه، شیفت رو نگه داریم و بیاریم آخر اول سار اسکیل قرارش بدیم. میبینید یه همچین حالتی، میبینید خیلی هم سریع رفت. یک مقدار میتونیم فاصلش رو زیاد کنیم، پلی. میبینید دوباره اگه بخوایم فاصلش بیشتر باشه، پلی اینطوری. حالا برای که سار اسکیل محو بشه زیر این، دوباره من این دوتا رو انتخاب کنم، ایزی ایزشون کنم، ایزی ایز. ما دوباره میایم اول
این پوزیشن قرار میگیریم، پوزیشن شیپ منظورمه. خب الان ما رو روی شیپ لایه قرار گرفتیم، قسمت پوزیشنمون اینجاست. من میام این گزینه رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم که اهرام بچسبه روی این. حالا میام روی سار اسکیل و اینجا دیگه ماست باید ایجاد بکنیم. خب یعنی یه شیپ جدا نباید بسازیم، به خاطر که سار اسکیل داخل ماست قرار بگیره حتما باید تکس سار اسکیل انتخاب شده باشه. و الان میام تو قسمت ابزارها رکتنگل رو انتخاب میکنم و یه دونه رکتنگل یه همچین حالتی رو میکشم. ببینید این شکلی که حالت ماسک ایجاد بشه. به محض اینکه من کشیدم رکتنگل، یه دونه ماسک توی سار اسکیل ایجاد شد. قسمت ماسک رو بازش میکنم، یک مقدار من اینو بیارم بالاتر. این قسمت نمیشته ماسک پد. یه ماسک پد، یه دونه کلیک اینجا میزنم و اهرامم رو میبرم جلوتر روی همون قسمت پوزیشن خط که قرار گرفتیم. اینجا رو میبینید، دوباره من شیفت رو نگه میدم اهرامم بچسبه. دوباره روی سار اسکیل کلیک میکنم که سار اسکیل انتخاب شده باشه. این کادری که اینجا کشیدیم انتخابش میکنم. ببینید اگر شما دیدین که به این صورت انتخاب میشه، یعنی یه دونه از این زاویه ها داره تغییر میکنه، چون من کلش رو میخوام تغییر بدم دیگه، یه کلیک خارج از صفحه بزنید، این قسمت خط رو بگیرین، شیفت و پایین نگه دارین و این رو بیارین تا آخره. ببینید الان سار اسکیل اینجا کلا محو شد و الان من یه دونه پلی که بزنم سار اسکیل میاد بالا، باز میشه، یه خط ایجاد میشه و خیلی سریع میره. و چون سرعت زیاده، چون من زومش کردم سرعتش خیلی زیاد شد، میتونیم این دوتا رو انتخاب کنیم، دوتا کیفریم ها رو یک مقدار بیاریمش این ورته. پلی رو بزنم، من پلی رو که میزنم ببینید به این صورت میشه. و برای اینکه ته حالا این خطی که ما اینجا کشیدیم همینطور نمونه جمع بشه، ما اومده بودیم روی شیپ تو قسمت استارت، اگه یادتون باشه تو قسمت کانتنت، خب این قسمت استارت ها رو میبینید، این دوتا رو میتونیم با هم انتخاب کنیم، همه رو کنترل سی و اهرام رو اینجا قرار میدیم، کنترل وی اهراممون رو ته اون حالا موشنمون قرار میدیم و کنترل وی میزنیم که کپی ازش بگیره. و روشون راست کلیک میکنم کی فریم و تایم ریورس کی فریم، میخوام برعکسش بکنه، یعنی جمعش بکنه به جایی که باز بشه. اینجا اومد باز شد، این خط رو میبینید، اینجا از استارت تا اند اومد باز شد، خط نمایان شد. و اینجا چون ما اومدیم راست کلیک کردیم و از تایم ریورس استفاده کردیم، ریورس یعنی برعکس، اومد از باز شدن تا بسته شدن بهمون نشون داد، برعکسش کرد. خب حالا من از اول پلی رو که بزنم به این صورت میشه، یه همچین موشنی رو میتونین انجام بدین که حتی این دوتا رو شما میتونین یک مقدار فاصله این دوتا رو بیشتر هم بکنه، حالا این قبلیه نباشه. من همه اینا رو میبندم، میام اول ویدیو یک مقدار این رو میارم پایین که صفحه بزرگتر بشه و پلی رو میزنم. یه همچین چیزی میتونین بسازین، اول ویدیو رو میتونین انتخاب بکنین و تا اینجا که تموم بشه، بذارید من یه زوم اوت کنم که آخرش رو هم ببندم. ببینید به همین صورت، بیاین آخر موشنتون رو ببندین که وقتی پلی میکنین دوباره خودش بره از اول، چندین بار بتونین موشنتون رو ببینید و اگر بخواین ادیتی انجام بدین ادیت انجام بشه. میتونین یه افکت موشن گرافیک چند ثانیه‌ای هم بزنین روی موشنتون و با موزیک و افکت صدا اون موشنتون رو جذاب بکنید. این هم از موشن که خواستم با این قسمت تکست انیمیت تکست بهتون آموزش بدم، که حتما انیمیت های دیگه هم، پروژه های دیگه هم توی کانال قرار میده.